به نام خدا، با عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز فرادرس. بنده مهرداد رجب علی فردی هستم. عنوان آموزش اول ما هستش الفبای زبان آلمانی. اولین چیزی که در یادگیری هر زبان ما نیاز داریم اون رو یاد بگیریم، الفبای اون زبان هستش. ببینید، زبان انگلیسی و زبان آلمانی بسیار با همدیگه قرابت دارن و یکی از دلایلی که افرادی که انگلیسی قوی داشته باشن میتونن آلمانی رو در زمان کوتاه‌تری هم یاد بگیرن همین هست. ما در 26 حرف ابتدایی زبان آلمانی مشابه زبان انگلیسی هیچ تفاوتی در نوشتار، در حروف بزرگ و در حروف کوچک نداریم و صرفاً تلفظ‌هاشون متفاوته. خب بچه ها ببینید، هر اسلایدی که ما بررسی می‌کنیم میگیم مثلا A B C در زبان انگلیسی و مشابهش مثلا در زبان آلمانی A میشه A تلفظش. خب چون زبان انگلیسی و تلفظ حروف رو قاعدتاً بلد هستی، من خیلی گذرا مثلا میگم آقا در انگلیسی این رو میگیم، ولی بلافاصله تلفظ زبان آلمانی اون مثالی که براتون در نظر گرفتیم و سایر موارد رو پیش میبریم. خب ببینیم، ما در زبان انگلیسی میگیم A B C، اما در زبان آلمانی میگیم A A V آپفل، A مثل C، B B V بانانه موز، C V سیزار، آپفل بانان سیزار. خب تو انگلیسی میگیم دی ای اف، اما در زبان آلمانی دی ای اف، دی وی دنمارک، کشور دانمارک، ای وی انگلند، که حالا ت تلفظ میشه، این دی که در پایان میاد بحث تلفظش هست، به مرور اینها رو فرا خواهید گرفت، و اف وی فرانکرایش، کشور فرانسه، دنمارک، انگلند، فرانکرایش. سه تا حرف بعدی، خب در زبان انگلیسی همه ما میدونیم میگیم G H I، اما در زبان آلمانی G H I، G V گیتار، گیتار، H V هوند، سگ، I V ایندین، کشور هند، G H I، گیتار، هوند، ایندین. اما سه تا حرف بعدی، خب J K L در زبان انگلیسی، اما در زبان آلمانی یوت، K L، یوت وی یونگ، پسر بچه، K V کامرا، دوربین، L V لامپ، لامپ، یونگ کامرا لامپ. سه تا حرف بعدی مشابه زبان انگلیسی است، M N O، M V مان، مرد، N V نتورک، شبکه، او وی اوما، مادر بزرگ، من نتورک اوما. اما سه تا حرف اولمون پی پی وی پاپیا، کاغذ، کو کو وی کواله، عروس دریایی، ار ار وی روسلند، کشور روسیه، پی کو ار اس، پاپیا کواله روسلند زالت. چهارتا حرف بعدی T U V W در زبان انگلیسی، اما T U V V، خب T V تیغ، حیوانات، U V اوا، ساعت، V V فوگل، پرنده، و V V واسا، آب. T U V V تیغ، اوا، فوگل، واسا. سه تا حرف پایانی X X V زولوفون، یه ساز کوبه‌ای بهش در زبان یونانی آوای چوبی هم گفته میشه، اوپسیلون اوپسیلون V یک، یک نوع گاو هست در تبت و هیمالیا که دومی مثل اسب داره، و ست ست V سبرا، یه مقدار تلفظ این رو دقت کنید، ست X اوپسیلون ست زولوفون یک سبرا. اما در اسلاید آخر ما اصلا چند تا حرف در زبان آلمانی داریم؟ خب ادعی میگن ما 26 تا حرف در زبان آلمانی داریم و تا اینجا بحث به پایان میرسه. ادعی این 4 تا حرف دیگه که این 3 تا رو اوملاوت میگن، حالا آ اوملاوت، او اوملاوت و او اوملاوت، حالا آ اوملاوت وی ارتسین کاندوکتور، او اوملاوت وی لووه، و او اوملاوت وی گموزه کاندکتور شیر و سبزیجات،
ارتسین، لووه و گموزه. عده دیگه هم میگن این ستا رو هم لحاظ کنیم، ما 29 تا حرف در زبان آلمانی داریم. اما یه چیزی داریم ما به نام است اودا. اودا همون اور انگلیسی هست، در زبان آلمانی اودا به معنای یا هست، اوند که مثل اند انگلیسی میمونه به معنای و هست. است اودا شارف اس هم به این صورت هست که زوسیشکایت، یه چیزی مثل دوتا اس میمونه، شارف اس اس بهش میگن. دوتا اس رو شما در نظر بگیرید. حالا مثلا در یه سری کلمات به عنوان مثال ما یه کلمه داریم به نام داس، دی آ اس اس. خب بعضی جاها ما میبینیم این دی آ اس اس رو اون اس اس رو به صورت ست مینویسه، ولی خب مرسوم تره که دی آ اس اس. الان زوسیشکایت این یه شارف اس اس هست، اما شارف اس اس هیچ کلمه ای رو ما نداریم که در ابتدا با این شروع بشه. به همین دلیل میگم اون عده سوم ما 30 تا حرف کوچک در زبان آلمانی داریم و 29 تا حرف بزرگ. حالا صرف نظر این که ما 26 تا حرف در زبان آلمانی داریم، 29 تا داریم یا 30 تا که حالتهای متغیرش هست، اینها رو ما معرفی کردیم، املات ها و است، ارتسین، لووه، گموزه و زوسیشکایت. نکته آخری هم که من میخوام بگم، اسامی در زبان آلمانی فارغ از اینکه در ابتدای جمله باشن که مثل زبان انگلیسی با بزرگ نوشته میشن، اسم افراد خاص باشن یا اینها، مهم نیست هر اسمی، حالا میخواد یک شیر باشه، یک خانم دکتر باشه، شیرینی‌جات باشه، در هر صورت با حرف بزرگ نوشته میشه. یه حرف تعریف هم داره که با اون آرتیکل گفته بهش میگن که حالا مذکر داره، مؤنث داره، خنسا داره، که اون رو ان شاء الله در ویدیوهای آینده و آموزک بعدی به اون خواهیم پرداخت. در آرتیکل در دی اوند داس. در این بحث میخواییم به این بپردازیم که اصلاً آرتیکل ها در زبان آلمانی چه هستن، چه فایده ای دارن و به چه صورت کار رو باید جلو ببریم. ما یه مبحث مهم داریم در زبان آلمانی به نام گنوس. گنوس این دویچن، همین در واقع عکسی که اینجا میبینید، در، داس و دی. اما اینها چه هستن الان با همدیگه بررسی خواهیم کرد. این دویچن gibt es drei Genera. ببین بچه ها، این گنوس یه چیز مفرد زینگولاره و گنرا پلورال یا جمعش هست. ما سه تا در واقع گنوس داریم در زبان آلمانی. اما گنوس ها چی هن؟ ما ماسکولینوم داریم یا مندلیش، در واقع همون مذکر، فمینین نوم داریم یا وایبلیش، مؤنث. علاوه بر مذکر و مؤنث ما در زبان آلمانی یک نوتروم یا زشلیش هم داریم که برای خونسا هست. حالا گفته در آرتیکل گیب دست گنوس آن، اون اتفاقی که میفته، اون سمبول و نشاندهنده این سنوگنوس ما، یعنی مذکر، مؤنث و خونسای ما، آرتیکل ها هستن. حالا سه تا آرتیکل داریم، در برای ماسکولین یا مذکر، دی برای فمینین یا مؤنث و داس برای نوتخوم یا خونسا. به عنوان مثال من یا مرد آرتیکلش هست در، در من، تاگ یا روز هست در، در تاگ، فمینین مثلا خانوم، دی فراو، فراو خانوم، نخت شب، دی نخت، آوتو ماشین، داس آوتو، ورد لغت، داس ورد. اما شاید سوال برای شما پیش بیاد، آقا این آرتیکل ها، مثلا شما روز رو میگید مذکر، شب رو میگید مؤنث، بر اساس چه اسلوب یا قاعده ای هست؟ هیچ اسلوب یا قاعده ای رو ما نداریم و باید اینها رو یاد بگیریم. یه بار من از یه آلمانی پرسیدم آرتیکل ها رو چگونه یاد بگیرم، گفت من به آوتو ماشین میگم آرتیکلش داسه. خب اینو یاد گرفتم دیگه، تموم شد دیگه، بهش نمیپردازم. اما در آخرین اسلاید ما داریم یک سری در واقع پسوندهای هستش که در پایان هر کلمه قرار میگیره و ما میتونیم از اونها متوجه بشیم که مثلا آرتیکلمون در، دیه یا داسه. یک سری کلیدواژه ها و یه تکنیک هایی وجود داره، ولی در حالت کلی ما باید اینها رو به قول خودشون auswendig lernen کنیم، یعنی به خاطر بسپاریم. خب بپردازیم به مبحث بعدی. همین گنوس این دویچن رو میخواییم ببریم جلو. Alle Nomen haben ein Genus. تمام اسامی یک گنوس دارن، یعنی یا مذکرن یا مؤنثن و یا خونسا. Lern Genus und Wort zusammen. ما باید learn کنیم، learn کنیم، یاد بگیریم مذکر، مؤنث و خونسا بودن یا گنوس یا این سه تا گنرا رو با
اوند گفتم تو آموزک قبلی هم، اوند همون اند انگلیسی همون و خودمونه. ورد کلمه تو اسلاید قبلی هم بود، آرتیکلش هم داسته، داس ورد سوزامن. اینا رو باید با هم دیگه، سوزامن یعنی با هم. مثلا شما تو رستوران که میرین، اون وی در واقع گارسون میاد از شما میپرسه که، یا به قول خودشون بدینونگ میاد از شما میپرسه یا کلنا، که آقا سوزامن و ده گتخن، میخواییم با هم بپردازید یا گتخن جدا جدا. مثلا میگه آقا ما میخواییم دنگی دونگی بدیم به عنوان مثال، سوزامن با هم دیگه، یا من جدا میدم اون جدا میده، گتخن یا هر چیز دیگه. خب یه تیپ اینجا وجود داره، نوی ورتا ایما میدم آرتیکل لرنن. هر زمان که کلمه ای داشتید یه لیستی برای خودتون درست کنید برای تمام دروستون که آقا من این کلمات هر درس رو میخوام با آرتیکلش یاد بگیرم، آرتیکل این داره دیه داسته، حتی در نوشتنتون، در چت کردنتون، در خیلی کارهای دیگه ای که شاید کم اهمیت تر از مثلا صحبت کردن باشه، هم سعی کنید آرتیکل ها رو رعایت کنید. چند تا مثال براتون اینجا آوردم. موند به معنی ماه، در موند ماسکولین و مذکره. دی زونه، زونه در واقع خورشید هست که فمین نیم هست، حالا یا به قول اینجا لاتینش رو نمیشه فمی نینوم یعنی مؤنث. حالا بوخ داس بوخ کتاب، نوتخوم خونساز. دی فرگ سوال که مؤنث هستش، فمینینوم هست. در نامه که ماسکولینوم هست و مذکره. داس کلاید یا لباس، این اسم داس کلاید لباسه که اون هم نوتخوم یا خونساز. یه نکته من بگم، معمولا یا نرمال وایزه به قول خودشون کلمه‌ای که آخرشون ا میاد آرتیکلشون دیه، اما استثناها یا آسنامه هایی رو هم داره که مثلا نامه آخرش ا اومده ولی آرتیکلش در هست. همیشه نمیشه به این استناد کرد، ولی خیلی جاها شکلاده، شکلات دی هست آرتیکله، دی فقاگه دی هست آرتیکل، اما در نامه نمیشه گفت هر وقت آخر ا بود ما بگیم در واقع آرتیکل ما دی هستش. بعضی وقتا هم در هست یا حتی داس هست، این رو نمیتونیم به عنوان حکم کلی کنیم، گفتم نرمال وایز. خب قسمت بعدی اختون یعنی هشدار، وارنینگ میشم اختون در زبان، اختن یعنی توجه کردن، یعنی حواسمون رو جمع کنید. گنوس مساوی نیست با گشلشت، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم مذکر مؤنث خونسا با جنسیت یکیه. مثلا مدچن دختر بچه، خب از لحاظ جنسیت یک خانومه، اما ما اونو داس میگیم. بیبی میتونه در واقع هم نوزاد پسر باشه و هم دختر باشه، اما میگین داس بیب. یه سایتی من فلسفی خونده بودم که آره اینا رو به عنوان مثال به خاطر اینکه هنوز به اون بلوغ نرسیدم با داس میگم، اما به طور کلی جنسیت یا گشلش با گنوس یا اون مذکر مؤنث خنثی که سه تا گنقا داشتیم برابر نیست. ببینید اینجا همینی که من گفتم، داس کیند کان این یونگ او دا این مدشن زاین، یعنی یه پسر بچه خب یا یه دختر بچه میتونه باشه. کیند کلمه کیند. دی پرزون شخص، میتونه یه مرد باشه یا میتونه یه خانوم باشه. کان این من اودا این فراو زاین، من مرد، فراو خانوم، اودا هم مثل اور انگلیسی معنای یا. داس مدشن ایز یا این یونگ فراو. ببینید داس مدشن عین یونگ فقا، آرتیکل فقاودیه، اینجا آینه، در رابطه با اینها صحبت خواهیم کرد. فعلا کاری نداریم به یه سری چیزایی که گرامرش یا معنیش اینا رو بلد نیستی، فعلا داسمت چنیس عین یونگ فقا، یعنی دختر بچه یک خانم جوان هستش. داس بیبی، این داس بیبی ایس عین کلاینا یونگ، یعنی یک شخص یا حالا پسر بچه خیلی کوچکتره. این رو با توجه به این عکس داره میگه، چون گفتیم داس بیبی میتونه دختر هم باشه. این تعریفی که اینجا کرده این کلاینا یونگ، یعنی یک پسر بچه کوچکتر بر اساس این عکس هستش. اما میخوایم اینجا با هم دیگه بررسی کنیم اینها منلیشس او دا وایبلیشس، یعنی جنسیت مذکر یا مؤنث، منلیش او دا وایبلیشس. خب داس کیند هایست یوهانس، یعنی اسم اون فرد هست یوهانس. حالا وقتی یوهانس، خب یوهانس مشخصه دیگه، یک مرده. حالا مانه یا فراو، خب مان هستش. این نکته هم دقت کنیم، ما در زبان آلمانی به این زبدره میگیم
انکرویتسن. شما در آلمانی همیشه میشنوید که میگن کرویتسن زی ان. یک فعلی داریم انکرویتسن. این انکرویتسن کردن یعنی همین ضرب داره. ما هیچ آزمونی رو در زبان آلمانی نداریم که در واقع گزینه رو پر کنیم یا تیک بزنیم. ما تیک زدن و پر کردن و اینا رو در زبان آلمانی به هیچ وجه نداریم. داس بیبی هد نامن کلاوس. خب اسمش کلاوسه، باز هم مشخصه که یک مرد هست، اسم یک مرد. داس کین هایس الکس، باز هم این مشخصه یک مان هست. اما داس مدشن اشپیل زر گوت فوتبال. داس مدشن دختر بچه یک فراو هستش. داس کین هایس یولیا، خب این بچه اسمش هست یولیا، یولیا هم یک خانوم هست. پس ببینی اینا همه آرتیکل ها داسه، اما با توجه به اسمش، با توجه به در واقع حالا اینجا مدشن دختر بچه یا معنی اون کلمه، ما متوجه میشیم که جنسیتش یا مرده یا خانومه، اما گنوسشون داسه ولی جنسیتشون مرد و زنه. پس همون اسلاید قبلی، گنوس یعنی مذکر مؤنث و خونسا با گشلش یعنی جنسیت یعنی مرد یا زن بودن یکسان نیست. در آرتیکل پلورال اوندر اون بشتینت آرتیکل، در واقع در مبحث آرتیکل ها ما میخواییم بپردازیم به اسامی جمع که آرتیکلشون چی میشه، به چه صورت میان، و اینکه آرتیکل های نامعین حالا یا نامشخص به چه صورت هستن. یه چیزی مثل همون بحث معرفه و نکره در زبان عربی که ما میگیم یه چیزی که میشناسیم معرفه است، اسمی رو که نمیشناسیم نکره است. در فارسی میگیم اسامی عام و خاص، چیزی که برای مشخصه میدونیم چیه، میدونیم کیه، خاص چیزی که نمیشناسیمش، حالا یه کتابی، یه خودکاری، یه چیزی عام، اون رو میخوایم در واقع با هم دیگه بحث کنیم. ببینید ما پلورال رو در زبان آلمانی داریم که این پلورال ایست در آرتیکل فور دی درای گنرا گلایش دی. چی میگه؟ میگه در حالت جمع آرتیکل برای هر ست گنرای ما یکسانه، گلایشه، گلایش یعنی یکسان، همه دیان. در پلورالش دیه، داس دیه، دیم دی هستش، پس همشون در حالت جمع آرتیکلشون دی خواهد. اما میخوام چند تا مثال ببینیم. مثلا میگیم درمان، مرد، پلورالش میشه دی منا. این جمع های زبان آلمانی هم مثل جمع مکسر عربی باید یاد بگیرید. یکی از در واقع تیپ ها اینه، علاوه بر اینکه یک کلمه ای رو برای خودتون لیست درست بکنین، در، داز، دی، حالا فلش کارت درست بکنین، در کنارش اون جمعش هم بنویسید. حالا اگر در واقع حوصله نداشتین کامل بنویسید حالت جمعش رو، خیلی ساده مثلا می نویسید یه دونه املات مثلا ار در آخر، یا ساده تر مثلا یه دونه املات اینجا میذارید که مشخصه یا املات ما داریم یا او املات داریم یا او املات دیگه. پس اینجا املاته، یعنی املات، یعنی آ را املات دار کن برای من و یه ار هم بذار آخرش، این یعنی پلورال در واقع من که میشه دی منا. دی فراو، دی فراون، ان آخرش اومده. داس بوخ چه دی بوشا. اینجا هم مثلا بخوایم بنویسیم به صورت اختصاری می نویسیم املات یه ارم آخر، یعنی داس بوخ چه دی بوشا. اینا باید یاد بگیری، باز هم auswendig lernen، یعنی باید به خاطر بسپری. دی فراگ، دی فراگن، ان میگیره. در نام، دی نامن، اسم، اسامی. داس کلاید، دی کلایدا، لباس، لباس ها. اما همشون حرف در واقع تعریف جمعشون دی هست، اما بعضی ها املات گرفتن، ار گرفتن، بعضی ها ان، بعضی ها املات ار، فقط یه ان فقط گرفته، در نامه فقط یه ان گرفته و کلایدا هم ار. اینا رو هم باید به مرور یاد بگی، حالا طبقه بندی هم میتونید برای خودتون بکنید. اما در اون بشتیم تا آرتیکل، یعنی آرتیکل نامعین نامشخص، همون اسمهایی که در واقع عام هستن. مثلا ما میگیم یه پسر، یک دختر، در واقع برامون مهم نیست که اون پسر حالا عباس یا هر پسر دیگه ای، این برامون مهم نیست دیگه. اونجا میگیم وقتی منظور ما عباسه میگیم درزون، اون پسره که اون عباسی که تو ذهنمون. اما اگر در واقع هر پسری بود چی؟ الان میخوایم با هم بحث کنیم. این دویچن گیبت بشتیمت، یعنی معین یا مشخص، اوند و اون بشتیمت آرتیکل، یعنی آرتیکل نامشخص. بشتیمت آرتیکل، آرتیکل های معین یا مشخص رو به نوت
بنوتسن در واقع معنی استفاده کردنه. مان فور بکانتس برای آشنا. ببینید این بیه بزرگ یعنی یه اسمه. بکانتس میشه آشنا، کسی که برای میشناسیمش. اگر همین بیه بزرگ رو بیه کوچیک میکردیم میشد صفت، میشه آشنا. یعنی مثلا دوست آشنا، بکانتا فرویند. اما اینجا الان بکانتس یه اسمه چون با بی بزرگم نوشتیم. حالا اینکه آقای فردی بنوتسن به چه معنیه، نمیدونم فور آوردی، اینا رو من فعلا اینجا اسلایدهای آلمانی بهتون میگم، اما به مرور اینها رو یاد خواهیم گرفت. الان هدفمون این نیست که بنوتسن بدونیم معنیش چیه، اینجا براتون دارم میگم، هدف ما اینه که در اون بشتیم تا آرتیکل رو با هم یاد بگیریم. اون بشتیم تا آرتیکل بنوتسمن فور، اون بکانتس اون الگماینس، یعنی آرتیکل های نامشخص رو ما استفاده میکنیم برای کسی که نمیشناسیمشون. این اون منفی کننده است، یعنی بکانتس و اون بکانتس با هم دیگه گگنتایل هستن این دوتا. و الگماینس یه به قول خودشون گنرل هست، عمومی هست. الان این برای ماسکولینومه، اینه برای فمینینوم هست و این برای نوتخوم. اگه بخوایم بهتر ببینی اسلاید برای دقت بفرمایید. ببینید بشتیم تا آرتیکل، آرتیکل مشخص دیره، اون بشتیم تش میشه عین، اینجا دیه اینجا میشه عینه، اینجا داسه میشه عین. اما پلوغال، خب دی دیگه پلوغال که با یکی نمیتونی بگی، پس در حالت پلوغال یعنی این پلوغال گیپتس کینه نداریم. اون بشتیم تا آرتیکل هیچ آرتیکل نامشخصی نداریم، خب طبیعی هم از جمع دیگه نمیتونیم براش بگیم یه دونه که. این نکته رو فقط شما دقت بفرمایید، بعدن میبینیم ما دن داریم، ما در داریم، ما چیزهای دیگه داریم که در واقع دی که تبدیل میشه به در یا دری که تبدیل میشه به دن. اینا حالتهای بعدیه، در آموزکهای بعدی اینها رو یاد خواهیم گرفت. فعلا اگر جایی هم شنیدید نگران نباشید، بهش میرسیم. اما خیلی جالبه کشورها هم بعضیاشون در زبان آلمانی آرتیکل دارن، یعنی ما میستن هبن لندنامن کینن آرتیکل، ما یه کلمه ای داریم به معنای لند، داسلاند به معنی کشور، پلوغالش میشه دی لندا، یعنی املات بده یه ار بده آخرش دی لندا. لندا نامن، نامه میشد اسم، نامن میشد اسامی، لندا نامن میشه اسامی کشورها. این حال هم یاد میگیریم تو آلمانی چند تا کلمه رو به هم دیگه میچسبونن یه کلمه واحد معنی میدن، اسامی کشورها میشه لندا نامن. مایستن هبن لندا نامن کینن آرتیکل، خیلی وقتا اسامی کشورها آرتیکلی ندارن. آبا اسکیپت آوسنامن، اما استثنایی وجود داره، یادتونه گفتم آوسنامه غالبا ای بیاد آخر در واقع آرتیکل میشه دی، اما آوسنامه هم داریم استثنا، این همون دیکته آوسنامه هست. ببینید ترکیه تورکای، دی تورکای دی هست، فمینینوم هم هست. شوایت کشور سوئیس دی شوایت، فمینینومه مؤنثه. در ایران در عراق در هست آرتیکلشون. او اس آی آمریکا دی هست، دی پلوغال ولی نه دی فمینینوم، دی او اس آ. نیدرلند یا هلند، ببینید نیدرلند یعنی سرزمین پست، خیلی با هم قرابت دارن آلمانی و انگلیسی، اینجا شده دی نیدرلند، پلوغال هم هست. ما اوکراینه کشور اوکراین میشه دی اوکراینه، فمینینوم هستش. بس یاد گرفتیم برخی از کشورها هم آرتیکل میگیرن، اما غالبا یعنی مایستنس غالبا نمیگیرن. اما بحث بعدی که میخوایم یاد بگیریم و آموزک رو با هم تموم کنیم در نگاتیو آرتیکل هست. ما علاوه بر در واقع آرتیکل های مثبت آرتیکل منفی هم داریم، اما همینو میگه نوندن اون بشتیم تن، اون بشتیم تن آرتیکل گیبتس آخ نگاتیو آرتیکل. در کنار آرتیکل های نامشخص و مشخص آرتیکل های منفی رو هم ما داریم. در نگاتیو آرتیکل ایست داس گگنتایل دست اون بشتیم تن آرتیکلز، یعنی در واقع آرتیکل های منفی متضاد آرتیکل های نامشخصن، یعنی ما آرتیکل منفی رو بر اساس آرتیکل نامشخصا تعریف میکنیم. به عنوان مثال سوم بایشپیل، این ستبه مخفف سوم بایشپیل هستش، یعنی فور اگزمپل انگلیسی، یعنی به عنوان مثال. ایش هبه عین کاتسه، کاتسه یعنی گربه، من یه کاتسه دارم، آرتیکل کاتسه هم دی هست بچه ها. ایش هبه کین کاتسه، من گربه ندارم. اما برای ساختن یک نگاتیو آرتیکل یا به قول خودشون اومدن نگاتیو آرتیکل سو بیلدن، یعنی بیلدن ساختن، ویردم اون داشتیم تن آرتیکل، در واقع اون آرتیکل نامشخص ما این که فرنه انگفوکت، یه دونه کا قبلش، ببینید فور هر جا تو آلمانی شدید یعنی قبل، ناخ یعنی بعد، فورنش قبلش یه کا قرار میگه، یعنی این برای ماسکولین میشه کین،
عینه برای فمینینوم میشه کینه، نوتخون برای در واقع خونسام که عینه میشه کین، و پلوغال هم که هیچی خودش کاین است. یعنی یه کا بدیم قبل اینها ما در واقع نگاتیو آرتیکل رو خواهیم داشت، برای پلوغال هم که اتومات ما کاینه رو می نویسیم. نومنیم پلوغال، اسامی جمع رو در زبان آلمانی میخواییم با همدیگه بررسی کنیم. اما اولین چیزی که باید یاد بگیریم این هستش که دی دویچه اشپراخه هت فیل پلوغال فورمن، زبان آلمانی اشپراخه، دویچ یک زبانه، انگلیش یک زبانه، پرزیش زبان فارسیه، اشپراخه است و آرتیکل اشپراخه هم دی هسته، چون با هم قرارداد کردیم که هر آرتیکلی رو در واقع هر اسمی رو آرتیکلش رو یاد بگیریم در کنارش دی اشپراخ، که حالا میتونه دویچ باشه، پرزیش زبان فارسی باشه، اسها پرزیش باشه یا هر زبان دیگه، فارسی پرزیش. دی دویچ اشپراخ هد فیل پلوغال فورمن، انواع مختلفی از در واقع فرمای جمع رو ما داریم. یکی از فرماش ان هستش، مثلا در نام اسم پلوغالش میشه دی نامن، یعنی یه ان در پایانش اضافه میشه. خیلی جالبه، من بهتون گفته بودم که نورمال وایز معمولا اسامی که اندونگشون این پایانشون با ا هستش آرتیکلشون دیه که اینجا شده در. خب گفتم ولی اونجا هم بهتون که یک سری آسنامه ها که آرتیکلش هم هست دی، یک سری استثناهایی رو داریم که در اونجا دیگه ما پایان حرفمون با ا ختم میشه اما آرتیکل ما دی نیست، بلکه اینجا مثلا مثل نامه در هستش. دی گابل، گابل میشه چنگال، پلوغالش میشه دی گابلن، یه دونه باز ان اینجا گرفته، اینجا ا اینجا ان. دی شوستا خواهر، دی شوسترن ان. نومن میت اندونگ ا اون فمینینه، نومن میت اندونگ ا ال اوند ا ار. ببینید اسامی که به ا خط شدن مثل نامه، و اسامی که آرتیکلشون دیه، فمینینایی که آرتیکلشون دیه مثل گابل و شوستا که به ال یا ار خط شدن اندونگ ا میگیرن. خب آی فردی آیا لازمه ما اینا رو اینجوری یاد بگیریم؟ خیر، من بهتون گفتم ما فقط یه لیست، یه فلش کارت، یه مجموعه، یه فایلی رو برای خودمون درست میکنیم در دفتر یادداشت به هر طریقی که تو اون اومدین نوشتین در داس دی، اسامی رو اینجا می نویسیم هر اسمی که داریم و جدید یاد می گیریم و این مثلا فایل بندی می کنیم و میریم جلو. و تأکید منم این هستش که بر اساس در واقع اثر مرکب شما بیایید بگید آقا من روزی دوتا آرتیکل می خوام یاد بگیرم، روزی دوتا آرتیکل، در هفته که هفت روزه میشه 14 تا آرتیکل، در ماه خب همینجوری افزایش پیدا میکنه، در یکی دو ماه اول شاید شما تعداد کمی آرتیکل یاد گرفته باشید، اما شما تصور کنید که در 6 ماه چه عدد بسیار بزرگی از آرتیکل ها در واقع اسامی از زبان آلمانی هست که آرتیکل های اونو یاد گرفتید. این بحث اثر مرکب رو واقعا جدی بگیرید. در کنار اینکه این در داس دی رو شما مینویسید، شما میتونید اینجا برای پلوغال هاشون هم کلمه رو که مینویسید، مثلا برای در مینویسید فاتا، خیلی راحت تو پرانتز اینجا در واقع بنویسید که آقا فاتا به عنوان مثال یه املات فقط میگیره میشه فتا، دی فتا. اینجا میفهمید که آرتیکل فاتا دره، پلوغالم بکنم میشه دی فتا، یه املات بهش اضافه میکنم که قبلا تو آموزک ها بهش اشاره کرده بودم. به همین سادگی این روی کرده ماست. حالا اینجا این توضیحه، ما قرار نیست که نمیدونم کنکور بدیم یا یه کار عجیب غریبی بخوایم انجام بدیم، اینا رو به مرور یاد خواهیم گرفت و زبان یک پدیده خلق و سائم نیست، به مرور تکرار و تمرین نیاز داره. یه حالت هم از کاین اندونگ، یعنی هیچ گونه نشانه‌ای برای جمع ما نداریم، مثلا در لغا معلم میشه دی لغا، مثلا ستل یه نوشته یه نوت میشه دی ستل، مثلا داس متشن دختر بچه، دختر بچه ها میشه دی متشن. ماسکولینه اون نوتخاله، گنوزها یا نوعهای مذکر و خونسا که به ال مثل زتل، به ار مثل لغا و به ان مثل متشن ختم میشن هیچ گونه اندونگی نمیگیرن.
اما اس رو هم داریم، مثلا داس آوتو میشه دی آوتوز، داس که ماشین هست، دی کامرا میشه دی کامراز، در شف میشه دی شفز، رئیس اینجا به معنای آشپز نیست، این انگلیسی ها، اینجا در واقع به معنای رئیس هستش. خیلی راحت. حالا اندونگن آ او ای اون اینیگه فرمت ووتا، ما به او خط شده آوتو، کامرا به آ خط شده، و حالا شف که اینجا کلمه ای هستش که به معنای کلمه خارجی حالا بهش نام میبرن، خارج از زبانه آلمانی وارد شده و میتونید برید جستجو کنید و اینها از کجا اومده، این میشه پلورال شفس. پس به طور خلاصه ما ان داریم بدون اندون، یعنی یه سری اسمی که اصلا هیچ نشانه جمعی نداره، یه سری هم اس هستن که تنها راه یادگیریش هم یک جمله معروف practice makes perfect، کار نیکو کردن از پر کردن است، که به قول خود آلمانیا اوبونگ ماخت دن مایستا، یعنی همون پرکتیس میکس پرفکت، کار نیکو کردن از پر کردنه، لیس الانسان و الا ما سعای تو عربی، اوبونگ مختن مایستا، فقط تمرین و تمرین و تمرین. از هر معلم آلمانی هم بپرسید آقا تقویت آرتیکل، نمیدونم اسامی جمع، صرف صفت، صرف فعل چیکار کنم استاد، اوبن، فقط تمرین کن، اوبونگ مختن مایستا. اما اس گیبت آوسنامن، این آوسنامه رو چقدر داشتین تا از آموزک های اول تا اینجا؟ خیلی، یه سری استثناهای ما داریم. سون بایشپیل دی موتا، مادر میشه دی موتا، دی موتا مادرها، دی تختا دختر میشه دی تشتا، تلفظش رو دقت کنید شیم، دی تشتا در واقع دخترها، که این استثنایی است که اینجا مثلا به ار خط میشه اما پلوغالش املات گرفته، اینجا به ار خط شده اما املاتش او املات شده. گفتیم اونجا در اسلاید قبل وقتی ار داریم در پایان هیچ گونه اندونگی نخواهیم داشت. اما دی دویچه اشپراخ حتفی و پلوغال فورمن، مجدد اینو تاکید بکنیم، فرمای جمع مختلفی داریم. حالا فرمای جمع برای ماسکولین و نوترال و فمینین، مذکر و خونسا و مؤنث، وقتی که تک سیلابی هن، تک بخشی هن، عین زیلبه ای هن به قول خودشون، ماسکولین نومن می نوا، نوا یعنی اونلی، فقط عین زیلبه یه بخشن، مثلا زون، هونت، کیند، هاوس، فراو، سال، اینا تک بخشی هن. حالا آرتیکل دوتای اول دره مذکره، دوتای دوم خونسا و دوتای آخر هم مؤنث. دی زونه، دی هونده، دی کیندا، دی هویزا، دی فراون و دی تسالن، ان، ار و ان. نکته بعدی هم این هستش که شما دقت کنید اینجا الان ما زون به معنی پسر، هونت سگ، کیند بچه، هاوس خانه، فراو خانم و تسال عدد، آموزک اعداد رو هم داشتیم دیگه، دی تسالن. یه نکته خیلی جذابی هم ما اینجا داریم بای فمینینن، با اسامی مؤنثی که اندونگشون اینه، ان فر دو پلت خواهد شد. یه نکته خیلی مهم من تا اینجا بهش اشاره نکردم، یه سری در واقع مشاغل یا حالتایی رو داریم که میگیم برای حالت مذکره، مثلا در لقا معلم، این لقا رو وقتی که میخوایم مؤنثش کنیم کافی آرتیکل بشه دی و بگیم دی لقا، یه این ای ان آخرش اضافه میکنید، دی لقغین میشه خانم معلم، این معلم، این خانم معلم، معلم آقا، معلم خانم. حالا در رابطه با جمعشم این انی که اینجا وجود داره برای لقغین باعث میشه وقتی ما بخوایم پلوغالش کنیم علاوه بر این که یه ای ان اضافه میکنیم چون در واقع لقغین هست، اون فویندین لقغین، این اینی که در پایانش وجود داره باعث میشه، حالا یه نکته استثنایی، یه ان دیگه ما قبل از ان بهش اضافه کنیم، دی لقغینن، این اینی که آخرش وجود داره باعث میشه این دی لقغین، دی لقغین که میشه خانم معلم، وقتی میگه خانم معلم ها بشه دی لقغینن، خانم معلم ها، علاوه بر این که یه ان خواهید داشت یه ان هم قبل ان اضافه خواهد شد. پلورال ودن آ او او افت سو آ املات، او املات و او املات تغییر میکنه، مثلا داس هاوس میشه دی هایزا،
در زون چه دی زونه، دی موتا چه دی موتا، دی تخت چه دی تشت، در فاتم چه دی فتا، پدر، مادر، پسر، دختر و این هم که دی فامیلی، خانواده، دی فامیلی، خانواده، آرتیکلش هم دی هست. پس دقت کنید وقتی ما در یک اسمی آ داریم، او داریم، آ، او، او، یا مثلا اینجا هم دوباره او، اینجا هم آ، معمولاً این اتفاق املات ها رو ما داریم که در جمع ظاهر میشه و آرتیکل اسامی جمع هم یه یادآوری پایانی همواره دی هستش.